رحمان رحیم، جناب معین صاحب امور جوانان، رئیس صاحب امی تربیت بدنی و معین صاحب شاروالی کابل، جوانان عزیز، فعالین جامعه مدنی، السلام علیکم و رحمت الله. صبح همیتان بخیر. به برنامه گفتمان باز میان جوانان و مسئولین حکومتی خوش آمدین. دوستان عزیز، طوری که شما میفهمین که 65% نفوس افغانستان جوان ها تشکیل میدن. جوان های افغانستان آینده افغانستان هستند و جوان های افغانستان حق دارند از کارکردهای حکومت خود، از فعالیت هایشان بدانند و نظریات و پیشنهادات و انتقاداتی که دارند با مسئولین حکومتی شریک بسازند تا به خاطر بهبود حکومتداری خوب اینا سهم خود را بیشتر ادا نمایند. پاسخدهی، حسابدهی و شفافیت از مؤلفه های اساسی دموکراسی و حکومتداری خوب است. ما خواستیم مسئولین حکومتی را من حیث ارائه کنندگان خدمات برای مردم افغانستان، جوانان و نهادهای مدنی را که من حیث پل ارتباط بین حکومت و مردم نقش بازی میکنن گرده هم بیاریم تا اینا بتانن از نزدیک از کارکردهای ادارات زیربط آگاهی حاصل کنن. ما میخواستیم این برنامه را اصلا چند ماه پیش برگزار کنیم، اما شما در جریان هستین که به خاطر برگزاری 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان هم اداری امور ریاست جمهوری و هم سایر نهادهای حکومتی مصروف بودن. بنابراین ما خواستیم که امروز این برنامه برگزار شود. این برنامه یک ابتکار از جانب ریاست امور جامعه مدنی اداری امور با همکاری سایر نهادهای حکومتی و نهادهای جوانان است. ما شروع برنامه را از کابل آغاز کردیم. انشاءالله این برنامه در 34 ولایت افغانستان به شکل منظم دایر می‌گردد. ما امیدوار هستیم که این برنامه را در هر ماه در هر ولایت برگزار بکنیم تا ما بتانیم فاصله بین مردم و حکومت را کم بسازیم. از حضور همه جوانان و مسئولین حکومتی در این برنامه اظهار سپاس و امتنان میکنم به خاطر پیشبرد موفقانه این برنامه. همکاری همه شما را خواهانم. موفق و کامیاب باشید. الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا و بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدا، صدق الله العظیم. حضار ارجمند و گرامی، جناب رئیمی صاحب، جناب شریفی صاحب، فعالین محترم نهادهای جامعه مدنی، جوانان عزیز، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در قدم اول از این ابتکار اداره محترم امور ریاست جمهوری خواستن از ریاست جامعه مدنی به خاطر راه اندازی چون یک گفتمان تشکری میکنم. راه اندازی چون یک برنامه بدون شک فرهنگ حساب دادن و حساب گرفتن در جامعه افغانستان تقویه میکنه. ما اگر یک مردم پاسخ طلب داشته باشیم، بدون شک یک حکومت پاسخگو هم در افغانستان شکل خواهد گرفت. دوستای عزیز، چون فرصت بسیار کوتاه برای ما در نظر گرفتن، ما اگر چند وقت زیاد نمیشه از اینکه ما در معینت جوان آمدیم، اول میخوایم یک تبصره کوتاه داشته باشم که معینت امور جوانا حسن نیت دولت افغانستان برای جوانای مملکت است. این حسن نیت توقع ایجاد کرده، ولی این توقع یک حقیقت باید شریک کنیم خدمتتان که در جریان 15 سال درست مدیریت نشده. معینت امور جوانا با توجه به ساختار، امکانات و حدود صلاحیت های خود که داره، نمیتونه که توقع جوانای افغانستان مرفوع بکنه. سطح توقع بسیار بلند است، ولی امکانات معینت و
اونم حدود صلاحیت ها و محدودیت هایی که داره بسیار زیاد است. دوستای گرامی، هدف اساسی معاونت امور جوانان چیست؟ هدف اساسی ما پالیسی سازی است، دادخواهی برای جوانان، تقویت مشارکت سیاسی جوانان، ارتقای ظرفیت، کارآموزی و حمایت های تحصیلی است. کارهایی را که ما در ظرف 4 ماه گذشته انجام دادیم، اول صفحه جدیدی از مناسبات با تمامی مؤسسات ملی و بین المللی، نهادهای جامعه مدنی و جوانان هم در مرکز و هم در ولایات باز کردیم، چون در 3-4 سال گذشته یک مقداری رابطه آسیب دیده بود، بعضی ها گلایه ها داشتن، شکوه ها داشتن. تلاش نهایی کردیم که این رابطه دوباره احیا شود. برای اولین بار بر معاونت امور جوانان ما یک برد ملی مشورتی را ساختیم، یک مجموعه از 30 نفری از جوانای صاحب نظر، جوانای متخصص که بتوانند برای معاونت امور جوانان دیدگاه بسازند و دورنمای 5 ساله معاونت امور جوانان را سرش کار شروع کردند و استراتژی ملی جوانان که نیمه کاره باقی مانده ای را سرش کار شروع کردیم. مسئله دیگه که یک موضوع بسیار مهم برای ما است، برای اولین بار در سرتاسر افغانستان یک شبکه ملی از جوانان را سازماندهی کردیم. در سرتاسر افغانستان هرچند معاونت امور جوانان اداره رسمی دولتی نمایندگی خود داره، ولی ما توانستیم که 200 نفر از جوانان را برای اولین بار در همکاری با اداره محترم امور ریاست جمهوری یک شبکه ملی را در سطح افغانستان شکل بدیم که این شبکه ملی تعقیب آجندای ملی برای جوانان افغانستان وظیفه‌اش است و در راستای احیای ارزش‌های ملی و تقویه وحدت ملی و انسجام ملی یا کار میکنند در سطح ولایات. پارلمان آموزشی جوانان را که شاید شما در جریان باشین، 3 بار مجلسش تدویر شده بود، متاسفانه پارلمان آموزشی به سقوط مواجه بود. دوباره با مؤسسات تمویل کننده صحبت کردیم، پارلمان آموزشی احیا شده و عنقریب انشاءالله در هفته دوم انتخابات ریاست جمهوری پارلمان آموزشی ای بار تدویر میشه، البته با تفاوت‌های بسیار زیاد با بار گذشته. این بار ما تلاش می‌کنیم که نخستین جلسه پارلمان آموزشی را یا در ولایت بامیان و یا هم در هرات تدویر بکنیم. همچنان در قسمت تطبیق برنامه‌های انکشافی معاونت امور جوانان، ضمن از اینکه سرعت بخشیدیم پروگرام‌های خود، شفافیت بیشتر هم تأمین کردیم. شما می‌تونید که از ولایات پرسان بکنین، همین لحظه در تقریبا در 10 ولایت افغانستان به شمول نورستان، کنر، اروزگان و زابل و چندین ولایت دیگر افغانستان تیمای معاونت امور جوانان مصروف تطبیق برنامه‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی برای جوانان افغانستان هستند. و چیز دیگه که بسیار مهم بود، ما بعد از اینکه ما آمدم پروگرام‌های انکشافی و برنامه‌های تطبیقی معاونت امور جوانان را که دیدیم به چند ولایت محدود خلاصه می‌شد. متاسفانه ولایت‌هایی که محروم هستند مثل زابل، مثل اروزگان، مثل جوزجان، مثل قندوز، ولایت‌هایی که جنگ است عملاً اونجا، ما به جای اینکه سر ولایت‌ها تمرکز داشته باشیم تا اینکه جوانان را نجات بدیم از سقوط دام حلقات مافیایی و تروریستی، متأسفانه یار از لیست خود بیرون کرده بودیم. ما عاجل برنامه‌های موجود تقسیم کردیم، خاصتاً تمرکز ما سر ولایتی است که ولایت بیشتر محروم هستند. با ولایت‌های محروم اولویت دادیم. ضمناً سفرهای ولایتی، ما بعد از اینکه آمدیم تا هنوز 3 سفر ولایتی داشتیم. یک بار مزار شریف رفتیم، یک بار قندوز رفتیم و یک بار هم هرات. هدف اساسی ما این بود که بتانیم روحی همدیگرپذیری، همدلی را بین جوانان افغانستان تقویه بکنیم و ضمناً برای برنامه سال 99 ما این بار با توجه به خواسته ها و توقعات که در هر ولایت افغانستان وجود داره، برنامه سال آینده معاونت امور جوانان را مطابق با او سازماندهی بکنیم. دوستای عزیز، از یک طرف در این شک نیست که فرصت های بسیار کلانی برای جوانان افغانستان وجود داره، ولی از طرف دیگر موجی از چالش ها و ناملایمات هم هنوز جوانان افغانستان تا مغز استخوان رنج میده. فقر و بیکاری یک تهدید بسیار کلان است. اگرچند ما یک ملت هستیم که از لحاظ طبیعی یک ملت غنی هستیم، ولی متاسفانه دوام جنگ ها در افغانستان موجب از این میشه که ما در راستای محو فقر و بیکاری هنوز هم چالش های کلان را پیش روی داشته باشیم. افراطیت یک تهدید بسیار کلان است. افراطیت با وجودی که یک فرهنگ وارداتی و زشت و بیگانه است، اما بیشترین قربانی از این جوانان افغانستان داده است. اگر ما در برابر افراطیت
با راه اندازی برنامه‌های متعدد آموزشی و فرهنگی و تفریحی و پرسازی خلای ذهنی عاجل با یک اجماع ملی توجه نکنیم، این افراطیت مثل موریانه ستون ارزش‌های ملی ما را و متاسفانه یک قشر بسیار بزرگی از جوانان ما را تهدید کرده است که در این راستا مشترکاً همه ما مسئولیت بسیار ملی داریم. موضوع دیگر عدم دسترسی همه شمول به آموزش است. هنوز هم در نقاط دوردست افغانستان، در ولسوالی ها و در قریه ها دخترها و پسرای افغان از دسترسی به آموختن الفبای زندگی محروم هستند. شما هنوز از خوشبخت‌ترین انسان‌های جامعه افغانستان هستین. حداقل در مرکز زندگی میکنین، فامیلایتان ممانعت براتان نمیکنه، تا پوانتونه که میرن حداقل دروازه‌های پوانتون و مکاتبتان بسته نیست. هزارها دختر و پسر افغان که میخواهد الف بی تی سی را یاد بگیره، دشمنای مملکت، دشمنای عزت مملکت، دشمنای آبادی مملکت بر ازو اجازه نمیتن که برن درس بخوانن. چشم امید انتظار هزارها جوان منتظر در عقب دروازه های امید شماهای هستین که رفتن تعلیم کردین، درس خواندین، منتظر عزیز که شما بر ازو چی برمغان میارین. اینال ای بستگی به شما داره که بر ازو تعصب یاد میتین یا انسانیت و همدلی و برادری، افتراق و سمت‌بازی و جنجال و کشمکش یاد میتین یا همدلی و برادری و وفاق ملی را برشان میآموزانین. شما کسایی هستین که فرصت‌های کلان آموزشی و تحصیلی و تمام مسائل برتان مهیاست. بیاین از این فرصت‌ها مشترکاً به خاطر احیای یک افغانستان آباد و آزاد و سربلند و به خاطر حمایت از دخترها و پسرهایی که در نقاط دوردست افغانستان از ابتدایی ترین امکانات آموزشی محروم هستند مشترکاً باید کار بکنیم. در قضاوت‌های ما هیچگاه غرض‌های سمتی، قومی، حزبی، لسانی و نژادی را که شایسته یک انسان مدرن، یک افغان متدین و مسلمان نیز شریک نسازیم. نتیجه جنگ‌های 40 ساله افغانستان همی بود که جز ویرانی و دربدری و مهاجرت و بندی شدن و کشتن و ویران کردن چیز دیگه برمغان بر ما نیاورد. ما با یک تجربه کلان از گذشته خود باید طرف یک آینده روشن و مطمئن حرکت بکنیم. دوستای گرامی، مشکلات زیاد دیگه هم وجود داره، مثل اعتیاد به مواد مخدر. شما میفهمین بیشتر از 2.5 میلیون افغان جوان افغان معتاد است و به رقمی از این معتادین هر روز هم افزوده میشه. ما اگر فعلا امکاناتی از این نداریم که همه از یارا تحت پوش تداوی قرار بدیم، حداقل وقایه خوب بکنیم، جلوگیری بکنیم از صدها جوان دیگه که به خطر اعتیاد مواجه هستند. باید با منابر، با علما، با اصناف، با بزرگا همکاری بسیار نزدیک داشته باشیم. و دوستای گرامی، خواهش ما ایسته که بین در همکاری با معینت امور جوانا که تنها نهاد دولتی در سطح افغانستان است که برای جوانای مملکت کار میکنه، مشترکاً یک دورنما را و یک راهکار رسم بکنیم برای جوان افغانستان. یک چیز واضح خدمتتان بگویم که معینت فعلی با ساختار فعلی با امکانات فعلی نظر به توقع و کمیتی که جوان افغانستان داره قطعاً بسنده نیست. ما یکی دو باره که در یه آخر با جلاد ما برای جمهور افغانستان هم دیدم، وعده رئیس جمهوری بود که انشالله کار سر شروع کنیم که معینت و وزارت ارتقا بکنه. چیزی را که ما در چند وقت ارزیابی کردم، حداقل روزانه 5 تا 10 طرح از جوان ما دریافت میکنم. در سر تا سر افغانستان اداره مشخصی وجود نداره که طرحهای جوان افغانستان را پروسس بکنه و جوان ها هنوز هم سرگردان میگردن. بنان یک اداره مشخصی برای حمایت از جوانایی که مبتکر هستند، خلاق هستند و میخواین کار بکنه باید وجود داشته باشه که معینت امور جوان است و معینت امور جوان ها باید تقویه شوه، به خاطر از اینکه حس امو خودکفایی و حسی از اینکه جوان ها حمایت میشن در سطح جامعه در بین جامعه افغانستان تقویه شود. ما بیشتر از این وقت شما را نمیگیریم، منتظر از این میمانم که شما از ما چی سوال میکنیم. بخیر و سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. منشی محترم وزارت اطلاعات فرهنگ، رئیس محترم تربیت بدنی، همکارای بزرگوارم در اداره امور و مرکز رسانه های حکومت، جوانان بسیار توانا، جوانان عزیز، نمایندگان محترم رسانه های خبری، سلام علیکم و رحمت الله و برکات و صبح همه شما بخیر. من خوشحال هستم که خوشبختانه دیروز هم در مجلس افتخار حضور داشتم که با اشتراک حدود 300 تن از محصلین پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی گفتمان فرهنگ شهرنشینی را داشتیم.
و جای خوشی است که امروز هم گفتمان آزاد با جوانان نازنین خود در این تالار داریم. اما طور که قبلا همکارای بزرگوار ما از اداره امور یادآوری کردن، حدود 65% از جمعیت کشور ما را خوشبختانه جوانای ما تشکیل میدن. ما جامعه جوان هستیم و تا جایی که برمیگرده به فعالیت‌های شاروالی کابل هم فعالیت‌هایی را که انجام میده، این مشخص است که 65% از این فعالیت‌ها برمیگرده به ساحه‌ای که جوانان ما تشریف دارن، یا جوانان ما 65% نفوذ شهر کابل ما را تشکیل میدن، از این فعالیت‌های ما مستفید میشن. ما بسیار مختصر میخوایم بعضی از فعالیت‌های اساسی که شاروالی کابل در حال حاضر روی از او کار میکنه، ناگزیر هستم به ارقام مراجعه کنم، خدمت شما ارائه کنم. قسمی که همه آگاهی دارن، شاروالی کابل یک اداره عامه است که به منظور تامین خدمات شهری در عرصه‌های زیربنایی مانند ساختمان جاده‌ها، پیاده‌روها، ایستگاه‌ها، پارکینگ‌ها، پل‌ها، آبروها، تنویر جاده‌ها، ایجاد پارک‌ها، سرسبزی، تنظیف و تنظیم مارکت‌ها در شهر کابل فعالیت می‌کنند. رهبری و منصوبین شاروالی کابل در کنار مشغولیت روزانه یا کارهای روزانه خود که اینا تعقیب و دنبال می‌کنند، طی 5 سال گذشته دستاوردهای بسیار خوبی را در عرصه‌های مختلف کاری خود شاهد بودند که خوشبختانه از اثر توجه خاص جلالت ماب محترم رئیس به جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به سکتور شهری افغانستان، این دستاوردها ما شاهدش هستیم که به این دستاوردها نائل شدیم. اولین دستاورد که قابل ذکر میدانیم ترتیب و منظوری 5 ماستر پلان شهر کابل است، یا چارچوب طراحی شهر کابل. در طی حدود 70 سال ما دارای 4 ماستر پلان در شهر کابل بودیم در دوره های مختلف. هیچ کدام این ماستر پلان ها نمیتونست جوابگوی نیازمندی های امروز و فردای شهر کابل باشه. اونا با دیدگاه های طراحی شده بودن با همون جمعیتی که کابل در دهه های 40 و 50 داشتن و با نفوسی که امروز در کابل زندگی میکنه، با نیازمندی هایی که امروز در سطح شهر کابل داریم، به هیچ گونه همخوانی نداشت. که شاروالی کابل افتخار عزیزی داره که پلان و چارچوب طراحی شهری را تانستن همکارای ما تدوین کنند، ترتیب کنند که به اساس مصوبه مجلس شورای عالی توسعه شهری و حکم مقام عالی ریاست جمهوری، این پلان فعلا روی کار است و فعالیت‌های شاروالی کابل به اساس از او دنبال میشه. چارچوب طراحی شهر کابل شامل یک خلاصه اجرایی است، چارچوب کلی طراحی برای تمام نواحی 22 گانه شهر کابل است، چارچوب دیزاین و توسعه سرک دارالامان است، چارچوب دیزاین و توسعه سرک میدان هوایی است، چارچوب دیزاین سیستم‌های زیربنایی در نواحی 22 گانه شهر کابل است و استراتژی‌های تطبیقی که هر کدام از اینا رو ما باید بر تعقیبش دنبال کنیم. ما در داخل چارچوب انکشاف شهر کابل برنامه‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت زیادی را گنجاندیم. در قسمت برنامه‌های دراز مدت، انکشاف مجدد بخش اعظم ساحات غیر پلانی شهر کابل از اولین اولویت ما است. ما می‌فهمیم که در شهر کابل بیشتر از 70 تا 75% ساحات شهر کابل ساحات غیر پلانی هستند. انکشاف مرکز شهر کابل من حیث یک فضای باز. امروز هر کدام از ما و شما اگر می‌خوایم به طرف مرکز شهر بریم، یک بیم ما را می‌گیره که چطور از این ترافیک و از این گری عبور کنیم. که برنامه بسیار بزرگ شهرداری کابلی است که ما بتانیم این منطقه را به عنوان یک فضایی که دیگه گره نباشه، فضای باز باشه، فضای برای گردش باشه، به این اساس ما را تنظیم کنیم. انکشاف دهلیزها یا کریدورهای عمده شهری است که این دهلیزها یا این کریدورها تعریف شده و بعداً به اساس همین کریدورها ما انکشاف ساحات بلند منزل و ساحات ساختمان ها تنظیم میشه. ایجاد شبکه ساحات تحصیلات عالی، تکنیکی، مسلکی و اداری است. ما خوشبختانه در طراحی چارچوب شهری این ساحات مشخص شده که عمدترین این ساحات هم ساحه کامپلکس اداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که در دارالامان شاهد افتتاح ازی بودیم. پلان ها و برنامه های وسط مدت ما شامل هم برنامه است که زمینه انکشاف همین دهلیز های عمده است، فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری است. ما زمینه هایی را در حال جستجویش هستیم که بتانیم سرمایه گذاری از طرف سکتور محترم خصوصی صورت بگیره تا بتانیم به سیمای شهر خود یک رونق و یک دیگرگونی مثبت وارد بسازیم.
انکشاف مجدد بخش های کلیدی ولی بدون استفاده مؤثر از شهر کابل. ما بخش های کلیدی زیادی داریم که متاسفانه استفاده مؤثر از اون نشده، که هدف ما است که بتانیم بخش ها را انکشاف بدیم و قابل استفاده مؤثر بسازیم. انکشاف پارک ها و فضاهای سبز شهری و ایجاد چارچوب اساسی برای جلوگیری از تخلفات شهری است. ما بر تخلفات شهری خوشبختانه یک چارچوب مشخص داریم. شما شاهد هستین تقریبا دو سه هفته قبل 24 اصلا درخت موقت شده بود و خوشبختانه به اثر آگاهی هموطنان عزیز ما و خصوص رسانه های محترم، رسانه های اجتماعی، ما تانستیم که جریمه بسیار سنگین شهرولی کابل به اساس قانون بالای شخص خاطی وضع کنه و شخص خاطی هم حاضر شده که جریمه را بپردازه و یک نقطه آغاز است برای ازی که دیگه ما به این عصر خاتمه میتیم که هر کس بیا و به خواست خود درختی را قطع کنه و ساحه را آسیب برسانه. پلان های کوتاه مدت ما شامل اصلاح ساختار مدیریتی و کاری شهرولی کابل است، فراهم ساختن زمینه ساخت و ساز معیاری است، صدور مجوز معیاری ساختمانی است که ما زمینه های را آماده ساختیم که بعد از این دیگه هموطنای ما ماها نمیشه سرگردانی بکشن به خاطر گرفتن مجوز برای یک ساختمان. ریاست صدور مجوز ساختمانی در چوکات شهرولی کابل فعال شده که راهکار مشخص خود داره و بسیار سهولت همشهری ما که میخواهند ساختمان بسازند میتونن به اونجا مراجعه کنند. و تلاش در جهت بهبود وضعیت ترانسپورت شهری هم است، بسازی چارایی ها، خط اندازی جاده ها و دور کردن چک پوینت های امنیتی در این زمین هم تلاش جریان داره. در قسمت ساختار شهرولی کابل، ساختار یک شهرولی کابل میراث‌وارث است، ساختاری است که متاسفانه به اساس برنامه های دهه های قبل این ساختار در نظر گرفته شده بود. به این اساس مسئله بسیار مهم دیگه که به پرداخته شده دیگرگونی در ساختار است. ساختار شهرولی کابل به اساس نیازهای امروز تعریف شده و به اساس از این ساختار دیگرگونی آمده که ما به نسبت زیدقی وقت به او کمتر میتونم توجه نمیتونم. در سوالات اگر پرسشی بود میخواهیم خدمت شما عرض کنم. برای سال 1398 ما حدودا 120 پروژه را در حال حاضر در شهر کابل به ارزش مجموعی بیش از 7 میلیارد افغانی زیر کار داریم. کی پروژه‌های ما که 7 میلیارد افغانی ارزششان است در نواحی 22 گانه شهر کابل در حال تطبیق می باشند. در کنار فعالیت هایی که بر عام شهروندان من خدمت شما عرض کردم شاملش میشن، این سهولت ها از این استفاده میکنن و همونطور که من عرض کردم 65% نفوس شهر کابل هم جوان ها تشکیل میتن. اختصاصا برنامه ها و کارهایی را که ما بر جوانان در شهر کابل داریم خدمت شما میخوایم سار مختصر عرض کنم. اولین مسئله ایجاد شوراهای جوانان در سطح نواحی شهر کابل است. شهرولی کابل در سطح 12 نواحی فعلا ما شوراهای جوانان داریم که شورای جوانان با اشتراک صدها جوان جلسات هفتوار و ماهوار خود دارن و برنامه ها و پیشنهادات خود بر شهرولی کابل راه میکنن و شهرولی کابل میخواد دیدگاه از اینا را در پروژه های خود مد نظر قرار بده. افزایش حضور جوانان در تمام سطوح مدیریتی شهرولی کابل است. ما بیشتر از 50% کارمندان شهرولی الحمدلله از نسل جوان هستند. ارتقای ظرفیت های کاری جوانان است و در ضمن ایجاد 5 مرکز بزرگ فرهنگی در شهر کابل است که شهر کابل به 5 زون بزرگ در کنار نواحی 22 گانه داریم تقسیم شده که انشاءالله در جریان همین هفته با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ اتفاق نامه عقد می شود. 5 مرکز بزرگ فرهنگی در 5 زون شهر کابل ساخته می شود که همهش متعلق به فعالیت های جوانان است. ما می فهمیم که به اساس هم فعالیت هایی را که ما داریم در تناسب با نیازمندی هایی هست که وجود داره در تناسب قرار نداره. به این اساس تلاش بیشتر داریم تا بتانیم زمینه ها و فرصت های بیشتر مساعد نسازیم و در این راستا چیزی که بر ما بسیار مهم است و بسیار تأثیر داره در روی برنامه ما دریافت نظریات و پیشنهادات جوانان نازنین ما، جوانان نخبه و آگاه ما است. هر نوع تقاضا، پیشنهاد و راهکار سازنده‌ای که جوانان ما داشته باشند رهبری شهرولی کابل با آغوش باز ما را میپذیره و از این طرح حمایت میکنه و کوشش میکنیم در بر عملی ساختن برنامه‌های خود از آنها استفاده کنیم. باقی صحبت‌ها را میمانیم به زمان طرح پرسش ها. بسیار تشکر از همه شما. رحمان رحیم. دلوی خدای پنامه. جناب شاپور صاحب، جناب شریفی صاحب، تمام میمانای عالی قدر در مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. با این که دوستای ما میگن که تمامی برنامه ها باید در تمام بخش ها صحبت شود، ولی
5 دقیقه نمیتونه که به صورت تا مختصر هم صحبت شد و الحمدلله کارهایی که در بخش ورزش افغانستان شده با تشکر از اداره محترم امور با ابتکارشان واقعا ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت و همچنان کمیته ملی المپیک افغانستان خواهان ازی است که حداقل در هر 3 ماه یک برنامه بسیار بزرگ باشه که تا با تمام همشهری های خود و تمام وطن افغانستان در این موارد صحبت کنیم. دوستا بسیار مختصر چند موضوعات میگم، حتما بعد از او در جریان صحبت ها از سوال که باشه جای بسیار خوشی برای ما خواهد بود. اول خب باید بگیم که ورزش مهمترین و ارزنده ترین رول در ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی و تا ساختار سیاسی جامعه بازی میکنه، حداقل بعد از معرف. ولی متاسفانه نه رهبری های مسلکی در سطح ورزش بود و نه یک آگاهی مکمل در سطح افغانستان داده شد تا رول و اهمیت ورزش در گذشته ها برای ملت معلوم میشد و امروز طبعا مشکلات و چالش هایی را که با او ورزش افغانستان رو بروز شاید نیبودیم. قسمی که دوستا در جریان از ورزش افغانستان از یک بحران بسیار بزرگ سلیقه‌ای سیاسی و هر بخش فسادهای اداری و فسادهای مالی به حوجش رسیده بود و ورزش افغانستان را تهدید میکرد که طبعا در بعض موارد میتونیم که موجودیت ظرفیت‌های بسیار محدود غیر مسلکی و عدم توازن در ایجاد فدراسیون ها و ایجاد موجودیت یک بودجه به کلی ناکافی یک مشکل و یک بحران دیگه بود که تا امروز نتانسته ورزش افغانستان او را دوباره احیا کنه. با گرفتن این مسئولیت با اساس فرمان جلالت مآب رئیس جمهور کشور پروسیجرهای مالی و اداری بر اولین بار در ریاست عمومی تربیت بدنی به صورت درست ارزیابی شد و تمامی پروسه های کوشش کردیم که تسهیلات به و سهل به و پروسه ها تا اندازه کوتاه و شفاف شود تا مشکلات فدراسیون ها و ورزشکارهای ما محدود شود. ورزش افغانستان در این 10 سال گذشته زیادتر کوشش کردن قانونمند نبود و بر اولین بار قانون ورزش افغانستان تکمیل و به اساس فرمان تقنینی جلالت مآب رئیس جمهور فعلا مری و اجرا شده و افغانستان دارای قانون است که به اساس از او چندین مقرره که ایجاب میکنه که به خاطر عملی شدن قانون باشه همش تکمیل شده و منتظر نوبت در وزارت محترم عدلیه است که با تشکر زیاد میکنم باید جا داره که از وزارت محترم عدلیه که در پروسس مراحل تصویب قانون ورزش افغانستان حداقل با فرمان تقنینی رئیس جمهور به اندازه ورزش افغانستان کمک کردن و حالا امیدوار هستیم که هرچی زودتر بخیر پروسه های مقررهای ضروری ما در اولویت قرار بگیره تا ورزش افغانستان مکمل قانونمند شد و از این مشکل بزرگ برای تشکیل ورزش افغانستان به کلی نامناسب بود و خصوصا یک مشکل بزرگی که می فهمیم که خانم ها تقریبا زیاده از 50% نفوس افغانستان ایجاد میکنه ولی هیچ یک اداره مستقل توانمند وجود نداشت تا بتونه در رسته با خانم ها کار کنه که در تشکیل اولین تغییرات که آمد ایجاد یکی از ریاست انکشاف ورزش جوانان و خانم ها مشخصاً و برای خانم ها یک ریاست انکشاف ایجاد شد تا بتونه رهبری ورزش مستقیم نه بلکه تمام مشکلات دختر خانم ها را از طریق یک ریاست که میتونه که ریاست خانم ها و صورت بسیار بهتر با اونا نظر به جامعه سنتی که داریم بتونه که کار کنه و ما این را ایجاد کردیم که الحمدلله فعلا کارش روان است. مشکل بزرگ دیگه که فدراسیون‌های بود افغانستان متاسفانه در این بحرانی که بود در اکثریت فدراسیون‌های افغانستان فدراسیون‌های موازی بود
و یا فدراسیونایی بود که غیر قانونی ایجاد شده بود بدون معیار و حتی یک بار هم به اساس امو قانون نهادهای جامعه اجتماعی نتانسته بود که یک انتخابات عادی را تا گرفته باشه، که الحمدلله با کمک و همکاری دوستانم تانستم که 53 فدراسیون از جمله 54 که فوتبال انشالله انقریب با فیفا و ایفسی در جریان هستیم، چون ما عدم مداخله در امورات داخلی فدراسیون که از اساسات ریاست است اونا هم انشالله تکمیل میشه و 54 فدراسیون قانونی که در چوکات ریاست تربیت بدنی است و اونا هم اگهش قانونمند شده و امروز به طرف میاری شدن و ارتقای ظرفیت خود به پیش میرن و ما انشالله تعالی که بسیار زود شاید یک انتخابات شفاف و عادلانه در فدراسیون فوتبال افغانستان هم خواهد بودیم و طبعا رول بسیار بارز را برای رشد و انکشاف ورزش داشت، چون فدراسیون از حالت سلیقه‌ای برآمده و دوباره به انتخابی شده و من نیست یک نهاد اجتماعی و صورت درست وظیفه خود انجام خواهد دادن. همچنان کمیته ملی المپیک افغانستان متاسفانه ما دو کمیته ملی المپیک موازی در همین وقت داشتیم که یکی از طرف دولت به رسمیت شناخته می شد و دیگر کمیته ملی المپیک ما از طرف جهانی که باعث بروز مشکلات بزرگ در سطح جهانی برای ورزش افغانستان شده بود و اکثریت ورزشکارای ما نمی تانست در مسابقات بیرون مرزی و اینا اشتراک کنه و همچنان خود تقسیمات یا دیویژن در داخل فدراسیون ها و یا موازی بودنشان باعث ازی شده بود که گروه ها گروه بندی شده و اکثر ورزشکارهایی که واقعا نخبه بودن نتانستن که به او برسن. طبعا تا هنوز ما شروع نکردیم و طبعا وقت محدود است، انشاءالله بر سوال ها صحبت کردیم. برای رشد فرهنگ ورزش ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت که از امسال یک برنامه بسیار بزرگ و وسیع را برای انداخت که در 34 ولایت کشور، چون در پالو ازی که ما برای نخبه ها و استعدادا را باید رشد بدیم، رشد فرهنگ ورزش به خاطر رشد یک جامعه سالم در سرتاسر افغانستان نهایت اساسی و مهم است که سر از شروع سال ورزش برای همه در تمام افغانستان بود، خصوصا برای دختر خانم ها. و اولین احصایه را که ما در سطح افغانستان گرفتیم متاسفانه بر اولین بار طبعا احصایه ایجاد شد گرفته شد در افغانستان، تعداد دختر خانم ها در ورزش افغانستان صرف کمتر از 1% در برابر بچه هاست، که یک چلنج بسیار بزرگ بود و این ما را در استراتژی های ما در آینده بسیار کمک میکنه انشاءالله به پیش خواهد رفتیم و به توانمندی های و رشد دختر خانم ها در ورزش افغانستان. و در روابط خارجی یک بخش دیگه است که باید بگم که واقعا افغانستان به کلی به اصطلاح خودشان دیسکونکت شده بود و هیچ نوع عزت و حیثیت و روابط در بخش شورای المپیک آسیا، شورای المپیک جهانی برای ورزش افغانستان به خاطر همین مشکلات داخلیش نمانده بود و الحمدلله در این سال گذشته ما بزرگترین دستاوردار از ایجاد روابط نهایت نزدیک با فدراسیون کنفدریشن آسیا، با جهانی و با تمام فدراسیون‌های جهانی که کل گیره به طرف افغانستان، به طرف یک سوی زن میدید، چون اکثرا حتی اسناد ورزشی ما به تقلب رفته بود که حتی باعث ازی شد که بعض ورزشکارهای ما مدالش از پس گرفته شود، چون با اسناد تقلبی با تاریخ‌های تولد تقلبی رفته بود. حتی فدراسیون‌های ما با یک هزینه انگفت جریمه شدند و امروز هر ورزشکار ما که میره اول از نگاه سن سال از او چی میشه و دومی که این اداره ورزش من نیست یک اداره قاچاق انسان تبدیل شده بود و یک فیصدی بزرگ از اشخاص غیر ورزشی از طریق این اداره به مسابقات اروپایی و امریکایی ارسال شد که حداقل 80% از اونا پس نگشتن و این یک تاثیر بسیار منفی برای ورزشکارای عزیز ما در افغانستان گذاشت که تا امروز نمیتونن که در به بسیار مشکل ویزا بگیرن در مسابقات جهانی و منطقه‌ای اشتراک کنن. و این طبعا یک بخشی که به اندازه کوشش داریم که مشارکت سکتور خصوصی که بدون از او ورزش افغانستان نمیتونه به پیش بره. و بسیار مختصر میگم که ما تشکر میکنیم که در این یک سال گذشته شاید بزرگترین سرمایه گذاری ها
ما آبای آوزای آبازی استندرده که تا قیمت 6 میلیون دلار سرمایه گذاری ایجاد شده و حتی تا دیروز هم اگر پری روز هم یکی چه ستا کردیم در حدود کمتر 2 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود در بخش آبازی، در بخش بیلیارد و سنوکر کلش منظم شد. تمام کلاب های بیلیارد و سنوکر ما که یک مرکز دخانیات و مرکز عملی ها بود، امروز مبدل به یکی از شفافترین و بهترین کلاب های ورزشی و ورزش سالم شده. همچنان در بخش فوتبال و در هر بخشی که میبینیم الحمدلله در ورزش سرمایه گذاری بسیار شده و امیدوار هستیم که سکتور خصوصی یک توجه خاص به ورزش داشته و این سرمایه گذاری های سالم که میتونه حتی افغانستان در بلند بردن جای توانمندی های اقتصادی، حتی در عواید ناخالص ملی کشور مثل دیگر کشورها رول قوی داشته باشه. انشاءالله که ورزش ما با یک ورزش تجارتی و کمرشل تبدیل خواهد و با امید از اینکه یک آینده واقعا شفاف بسیار قوتمند و یک اداره ورزش در چوکات قانون اساسی افغانستان داشته باشیم. و من الله توفیق. تشکر از توجهتان.